به نظر شما پرسپولیس به آلومینیوم چرا باخت تو جام حذفی؟ دلیلش به نظر شما چیه؟ با این ویدیو همراه باشید، قراره که به مصاحبه بعد از بازی اسمار بپردازیم و دلایل حذف پرسپولیس رو هم بررسی کنیم. با این ویدیو همراه باشید. سلام به همه شما عاشقای پرسپولیس، کسایی که لحظه لحظه زندگیشون با عشق پرسپولیس میگذره، هر جا لازم باشه مینویسم که تا ابد اسیر پرسپولیسم. متاسفانه پرسپولیس دیروز جام حذفی رو واگذار کرد و حالا ما باید فقط تو یک جام بجنگیم. البته مشکلی نداره، به هر حال سال گذشته هر دو جام رو گرفته بودیم، البته سه جام، جام حذفی، لیگ برتر و سوپر جام، اما امسال متاسفانه این اتفاق رخ نداد. و فوتبال همینه دیگه، بعضی وقتا میبری بعضی وقتا میبازی و حالا این شرایط پیش اومد. امروز تو این ویدیو میخوایم به مصاحبه بعد از بازی اسمار و چند تا از مسئولین تیم مثل حسین بادامکی بپردازیم و دلایل حذف پرسپولیس رو هم بررسی بکنیم. من اینو یه دقیقه سایلنتش بکنم که صداش نیاد تو ویدیو. به هر حال پرسپولیس خیلی خوب شرایط رو و بازی رو شروع کرد، اما اتفاقی که افتاد این بود که انگار که شل گرفته باشن بازیکن‌ها، مخصوصا تو نیمه دوم، و فکر کردن کار از کار گذشته و دیگه تمومه و دیگه ما قطعا به مرحله بعد صعود میکنیم. یه جورایی وا دادن اصطلاحاً، و میشه دلایل در واقع گسترده‌ای رو متفاوتی رو در مورد این مطرح کرد. اما بریم اول سراغ مصاحبه. بازیکنان که مصاحبه نکردن خوشبختانه، به نظرم بهترین حرکتی که دیروز اتفاق افتاد این بود که بازیکنان در آستانه بازی با سپاهان، بازی بسیار مهمشون با سپاهان، وارد حاشیه نشدن، هیچ کس هیچ مصاحبه ای نکرد و این حرکت فوق العاده هوشمندانه بود. بریم ببینیم، البته خب صحبت نکردن، عکس العملش رو ببینیم، برمیگردیم با بقیه داستان. بله دیگه، تک تک بازیکن‌ها از جلوی دوربین رد شدن و خوشبختانه مصاحبه نکردن. به این دلیل اینو میگم خوشبختانه، به خاطر اینکه خیلی از این خبرنگاران فقط دنبال حاشیه‌ان و هیچ چیز دیگه‌ای براشون مهم نیست، دنبال خبر میگردن، اونم خبرهای حاشیه‌ای، و از نوع سوالاتشون از عثمان کاملا و البته از حسین بادامکی کاملا مشخصه که دنبال یه خوراکی میگردن تا بتونن اون جریانی که خودشون دوست دارن رو راه بندازن و باشگاه و پرسپولیس رو وارد حاشیه بکنن در آستانه بازی بسیار مهمی که با سپاهان در روز چهارشنبه داره. حالا مصاحبه حسین بادامکی رو هم میتونیم یه بخشایشو بشنویم. ببینیم. چطور دیدین کلاً آقای عثمان صحنه رو شرف بیان کردن؟ ببین آقای عرب براقی، به نظر من امروز خیلی سختگیر بود، تو هر صحنه خیلی زود کارت زرد میداد، خیلی از بچهای ما امروز کارت گرفتن، ولی خب من فکر میکنم که یه مقداری باید با تجربه تر بازی میکردیم و به خصوص تیمی که دو هیچ جلوه و بعد دو دو میشه و باز دو تا گل میزنه، به نظر من باید کار رو تموم میکردیم. ما دقیقه 97 فکر میکنم گل خوردیم، گل چهارم هم که دقیقه 122 فکر میکنم گل خوردیم. من این اتفاقا امروز فکر میکنم یه مقداری توی وقتای اضافه گل خوردن واسه تیم ما یه مقداری با توجهش نفراتی که داریم، تجربه که داریم، نباید اتفاق بیفته. حالا در مورد داوری خیلی نمیشه صحبت کرد، چون اصلا صحبت کردن در مورد داوری تو لیگ ایران خیلی اصلا معنی نداره و تأثیری هم نداره. به نظرم حالا خیلی هم تأثیرگذار نبود تو جریان مسابقه، اما بریم ادامه صحبتاشون رو بشنویم. تعویضایی که انجام داد به نظر کارو تموم شده میدونه، ولی خب تعویضایی به عثمان به نظر من نمیشه گفت واقعا دیگه، بالاخره کادر فنی تصمیم گرفت که اون تعویضا رو انجام بده، ولی خب میگم دیگه امروز بازی حذفی تکازی و آلمینون هم به نظر من نیمه دوم خیلی خوب بازی کرد و برگشت به بازی. کاملا با حرفشون موافقم، خیلی‌ها دارن
به عثمان میگن، یعنی در واقع رو خطاب به عثمان میگن که چرا تعویض کرده یه سری بازیکن‌ها با تجربه رو کشیده بیرون. اما خب این نکته رو ما در نظر داشته باشیم که بازیکنایی که تو بازی مونده بودن هم خیلیشون با تجربه بودن، از گبلسیانی، کنانی زادگان، و انتظار میرفت که خب خیلی بهتر عمل بکنن. متاسفانه دیروز تمرکز لازم رو نداشتن و این باعث شد که خب دو بار با اختلاف دو گل جلو بیفتی و در واقع برگرده تیم حریف. یه مقداری خوب نیست اما به موقع است، یعنی فکر میکنم که این زنگ خطر به موقعی بود که پرسپولیس براش اتفاق افتاد. به هر حال یک جام از دست رفت اما مهم نیست، و بازم تاکید میکنم که مهمتر از همه این اتفاقات و شاید که پیش اومده اینه که شما از این اتفاقات درس بگیری و تو بازی‌های آینده بتونی ازش استفاده بکنی. هنوز جام لیگ برتر مونده و خیلی میشه امیدوار بود به اون. بریم ادامه صحبتشون رو بشنویم. میگم دیگه بعد بچه‌هایی که حالا رو تعویضا بحث هست، من فکر می‌کنم که خب بچه‌هایی که میان تو زمین باید عملکرد شاید بهتری می‌داشتن، ولی خب میگم دیگه روی یه مقداری تو پای بلند به خصوص که تعویضای آرمین انجام شد ما یه مقداری ضعف داشتیم و متأسفانه گلای بعدی خوردیم. من با اینجای صحبتشون کاملا موافقم. به نظر من اگه اصلا من واقعا عجیبه برام که این تیم آلومینیوم عراق چرا در مقابل پرسپولیس این شکلی بازی میکنه. یعنی واقعا اگه این بازی رو 10% جلوی بقیه تیم‌ها انجام بده، این تیم هر سال مدعی کسب حداقل سهمیه آسیا است. واقعا پر انگیزه و پر انرژی بازی کردن. یعنی این سبک از انرژی، این سبک از بازی و این مدل انگیزه واقعا خیلی عجیبه، اصلا به ندرت پیش میاد. فکر نمی‌کنم تو هیچ در مقابل هیچ تیم دیگه اینقدر انگیزه داشته باشن. دلیلش رو نمیدونم. حالا تو صحبت‌های آقای عثمان از ایشون هم پرسیده میشه که در مورد تعویضا، بریم صحبت عثمان رو بشنویم. بارو چاتوادوس شب همگی بخیر. Um jogo que certamente nos custou muito emocionalmente, nos custou muito fisicamente. E bazi bud ke manzare ehsasi, manzare fiziki, yani sangin jo da sakh bud baram. Acredito que tenha sido um jogo em que a gente não conseguiu jogar o futebol que a gente normalmente tem apresentado. E bazi bud ke mod fikram ma natunesim bazi ke hamishe anjam bedem anjam. Qabl az inke hala sohbatasho kamel beshnavim, nokte kheli 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 mohem va jaleb baray man in shakhsiyat murabbiye. In murabbi کاملا رسمی با یه بادی لنگویجش هم کاملا مشخصه، خیلی شیک و پیک نشسته اونجا و بدون هیچ حاشیه‌ای، بدون هیچ جار و جنجالی، بدون هیچ مسئله خاصی، یعنی اینکه بخواد گردن کسی دیگه بندازه، اینا کاملا با آرامش جواب میده. حالا یه نکته خیلی جالب‌تر تو ادامه هست. اگه شما خسته نباشید، شما به هر حال یک جام رو از دست دادید. بسیار از هواداران معتقد بودن که آقای عثمان این چند تا بازی اخیر پرسپولیس یکم به تعویض تکراری میکنه و ببینید روز که زمین رو خالی از ستاره‌هاش کرد، ترابی، سروشی رفیقی که شرایط ایدئالی داشت، حسن عبدالله کریم و اورونوف به خصوص. علت این تعویضا رو اگه بگم معلوم میشه. اصلا این واقعا من واقعا سواله واسم که این که میگه بسیاری از هواداران معتقد بودن، این جامعه آماریشون کجاست؟ از رو چه حسابی دارن این حرفو میزنن؟ ما هوادار پرسپولیسیم. اتفاقا به نظر من نکته مهم و جالب در مورد و نقطه تمایز آقای عثمان با یحیی گل محمدی تعویضشه. یحیی گل محمدی یادتون باشه تا یعنی جون به لب میکرد هوادار رو برای اینکه بتونه برای اینکه بخواد تعویض بکنه و خیلی وقتا هم به خاطر همین دیر تعویض کردن یا تعویض نکردن نتیجه رو از دست داد. به خصوص بارها در دربی این اتفاق افتاد که میتونست بازی رو بکشه با تعویضش اما انجام نداد و در نهایت هم یا حالا خیلی مواقع بازی رو از دست میداد با تعویض نکردنش و ریتم بازی تغییر نمیکرد. اما عثمان واقعا تو دقایق تعویض شما فقط نگاه بکنید، دقیقه 60 دقیقه 75 میدونه دقیقاً چه مواقعی باید تعویض بکنه. اما میبینیم چجوری سوال میکنن که میگه تعویضای تکراری. خب آقا یه سری بازیکن در اختیار مربی هست، ایشون تعویض میکنه، نمیتونه مثلا از کره ماه یه دفعه بازیکنو نازل بشه رو زمین بگه خب بیا همین الان تو تیم. که آقا این یه سری تعویضه، یه سری تاکتیکه. شما مهرهایی که تو دستت مشخصه، یعنی که میگن تعویض تکراری، من نمیفهمم تعویض تکراری واسه موقعی شما 3 تا تعویض داشته باشی، وقتی 5 تا 6 تا تعویض میکنی کلا 8 نفر 9 نفر رو نیمکتن، بالاخره از اون 9 نفر یه نفر دو نفر هم که دروازه‌بانن در از اون ذخیره است، کلا 5 6 تاشون میتونن بیان تو بازی دیگه. یعنی چی تعویض تکراریه؟
نوع سوال شما نگاه بکن. بعض وقت خود رو صحبت کنه تایمزای انجام بدیم که توی زمین بازمانه که میان توی زمین رقابت بیشتری داشته باشن، یه ذریع دوانگی بیشتری داشته باشن، تا دوید آلومینیوم با هم باز کنه که داشت O que todo mundo tem que entender é que a gente na prorrogação com esses mesmos jogadores a gente abriu vantagem de 2 gols novamente como tínhamos aberto no início do jogo. O nosso problema hoje ele não foi olhando para o aspecto ofensivo, ele foi olhando para o aspecto defensivo. A gente não pode conceder num jogo eliminatório como hoje, que decidiu uma vaga para a próxima fase, conceder 2 gols ao minuto 95 e ao minuto 122. توی بازی که حسی هستش ما نمیتونیم یه گل تو دقیقه 95 گل هم دقیقه 100 خورده بخوریم. کاملا باشون موافقم. به این نکته کسی اشاره نمیکنه که اگر تعویضای عثمان بد بوده خب چجوری توی در واقع وقت اضافه دوباره دیگه موفق به گلزنی میشه. اتفاقا یکی از گلا رو هم پاس گلش رو تعویضیش میده بازیکن تعویضیش، هم گلش رو سینا اسدبیگی، پاس گل میلاد سورگی. پس کاملا اتفاقا تعویضا درست بوده. نکته که پیش اومده توی این بازی اینه که خب به هر حال بعضی وقتا روز آدم نیست دیگه. دفاع پرسپولیس دیروز واقعا، یعنی عملکرد دفاعیش واقعا فاجعه بود و تقریبا از هر جایی هر جوری که خواستن زدن تو گل دیگه، و بازیکن برگشت روپایی میزنه برمیگرده توپو میزنه تو گل و کسی کاری نمیکنه. اتفاقا به نظرم تعویضای درستی داشت و نکته درستی رو اشاره کرد آقای عثمان. هر مربی دیگه هم باشه وقتی شما با اختلاف 2 گل جلویی، شما بهترین مربی کارلو آنجلوتی رو هم بیاری، وقتی با اختلاف 2 گل جلویی دیگه یواش یواش میری برای اینکه بتونی بازیکنای ذخیرت رو بازی بدی، بازیکنای اصلی رو استراحت بدی، به حال یه بازی مهم روبروی تیم سپاهان در آینده، در هفته آینده بازی دارید. ضمن اینکه حالا خودش تکذیب هم میکنه، میگه اصلا من 1 ثانیه هم به بازی سپاهان فکر نکردم، اما طبیعیه به هر 2 گل جلوی و اصلا فکرشو نمی‌کنی بازیکن‌های با تجربه بتونن، یعنی به این راحتی اجازه بدن که 2 بار اختلاف 2 گل پاسخ داده بشه. عثمان خسته نباشید. پرسپولیس به شهر اردک اومده که 4 بازی رو باخته. به نظر شما مشکل پرسپولیس تو اردک چیه؟ مشکل پرسپولیس میگن تو اردک چیه؟ 4 بار باخته. واقعا خب این شرایط پیش اومده و به نظرم پرسپولیس با عراق مشکل نداره. عراقی ها انگار با پرسپولیس خیلی مشکل دارن که جلو پرسپولیس این شکلی بازی میکنن. و یه چیز دیگه هم هست دیگه، جو رسانه اینقدر که میگن گربه سیاه گربه سیاه، خب به هر حال اونا هم باورشون میشه واقعا گربه سیاه هم و انرژی چند برابر مضاعف میذارن جلوی پرسپولیس. میگم اگر عراقی ها جلوی هر تیم دیگه اینجوری بازی کنن راحت با اختلاف 3-4 گل همه رو میبرن. متاسفانه فقط جلوی پرسپولیس اینجوریه، البته اغلب تیم‌ها جلوی پرسپولیس این شکلی هم، ولی خب این دیگه آلومینیوم عراق دیگه نوبره واقعا. آیا استاد فکر می‌کنم بعد از 13-14 سال پرسپولیس از یه تیم ایران 4 تا گل خورد، این نگرانتون نمی‌کنه تو لیگ برای بازی‌های بعدی مونده چون هواداری پرسپولیس آخرین باختی که پرسپولیس با 4 تا گل داشته رو گرفتن؟ ببینید میگه هواداره پرسپولیس آخرین باختی که با 4 گل داشتن مثلا 14 سال پیش بوده. اولش که دیروز بازی 4-4 شد و پرسپولیس مثلا 4-0 نباخته که. اما مدل طرح سوال شما ببینید یه جوری سوال تر میکنه، انگار دیروز پرسپولیس 4-0 باخته مثلا 8 تا دیگه هم نخورده. و به خاطر اینه که میگم هیچ کدوم از خوشبختانه بازیکن‌ها اصلا مصاحبه نکردن و جواب ندادن، چون مطمئنن اونا تو پاسخ به این سوال نمیتونستن اینجوری مدیریت بکنن که آقای عثمان انجام داد و به نظرم خیلی حرفه‌ای جواب داد. و اینکه آقای بیرامد میتونستیم بازی کنه یا نه؟ Não, Beraval inclusive não treinou em nenhum momento com a equipe antes desse jogo, é impossível para ele vir para jogar esse jogo. Não, Beraval, falaram que بازی میکرد نه چون حتی تمرین هم نکرده بود، میخواد با تیم تمرین میکنه. خب میگن بیرانوند مثلا این میخوان تقابل ایجاد کنن بین بیرانوند و خب قطعا اگه بیرانوند بود تو پنالتی ها میتونست کمک کنه، اما مطمئن باشید اگر بیرانوند تو بازی بود هم پرسپولیس این 4 تا گل رو میخورد، به خاطر اینکه تو هیچ کدوم از گلا واقعا رفید نقشی نداشت و تاثیرگذار نبود. اتفاقا یک دو موقعیت خیلی خوب رو هم گرفت و اون شوتی که به کرنر فرستاد و دو سه تا موقعیت دیگه، و به نظرم امیررضا رفیعی
فراتر از در واقع اندازه های خودش و تصورات ما بازی کرده و یه آینده بازیکن آینده داره فوق‌العاده‌ای به نظر میاد باشه اگر وارد حواشی نشه. رفی 4 تا کلین شیت داشته، رکورد ایران رو شکسته با این 4 تا با این کلین شیت ها و اولین دروازه‌بانی شده که بعد از اولین حضورشون 4 تا بازی پیاپی گل نمیخورن. اما به هر حال اتفاقی که افتاده و پرداختن بهش دیگه خیلی به نظرم اهمیتی نداره. تمام تمرکز هوادارهای پرسپولیس باید به بازی آینده و کل تیم پرسپولیس باید به بازی آینده، بازی با سپاهان باشه، چون اون بازی بسیار بازی مهمیه. شاید میشه گفت قهرمانی در این بازی مشخص میشه. چرا؟ چون همزمان استقلال هم با تراکتور بازی داره و میتونه خیلی خیلی تاثیرگذار باشه. بریم ادامهش رو ببینیم. آیا عثمان به نظر میرسه این باخت و از دست دادن جام یه مقدار آینده و همکاریشون با پرسپولیس برای فصل‌های تحت شما برای این فضا رو چجوری مدیریت میکنن؟ همینجا همین سوال رو ببینید. هنوز لیگ برتر مونده، 5 تا 6 تا نمیدونم 7 تا بازی دیگه مونده و الان دارن میپرسن که هم این باخت آینده شما رو در پرسپولیس تحت شما قرار میده. چرا؟ برای اینکه به هر حال دوست دارن که سوال حاشیه‌ای بپرسن، جواب حاشیه‌ای بگیرن و بتونن برای خبرگزاری هاشون تیتر در واقع حاشیه‌ای بزنن و وگرنه خب اصلا اتفاقی نیفته. به هر حال ممکن بود یه روزی پرسپولیس ببازه، قطعا این اتفاق میافتاد، حالا چه اینجا چه هر جای دیگه. تازه این بازی تو پنالتیه، پنالتی هم که 50-50 است، واقعا نمیشه در موردش بگیم خب حتما این اتفاق تقصیر عثمان بود یا تقصیر کسی دیگه بود. مجموعه دوچار اشتباه شده، بازیکن‌ها شاید باید مسئولیت پذیری بیشتری می‌داشتن، عثمان شاید باید یه مقداری در واقع مدیریت بیشتری می‌کرد رو جریان بازی و برای اتفاقی که می‌افتاد. حالا الان بیایم بگیم که ببینیم جوابش، به نظرم خیلی جالب بود. و ما چند تا گفتیم که دیگه بود ما یه صحبت های راجع به تمدید شده که هر دو طرف گفتن علاقه دارن به ادامه همکاری. حالا ما جزئیاتش نبوده هنوز، اما ما الان یه لیگ مهم داریم، باید به احساسات خودمون کنترل کنیم و چون بازی مهم پیش رو مونه باید تمرکزمون رو باشه. تاثیر گذاشته در ذهن انجام دادن تحقیق شون رفتن تو بازی مثل کار صحبت های کی؟ تو رسانه ها صحبت های شده بود که تمدید قرارداد ایشون. نه این سوال رو بازی بکنی لطفا دوستان، همه سوال هاشیه داریم. ببینید سوال هاشیه، اینقدر سوال هاشیه پرسیدن دیگه مسئول روابط عمومی پرسپولیس دیگه مجبور شد دخالت بکنه و باز حالا اینجا جالبه جواب عثمان رو ببینید چقدر مدیریت شده. نه تیم پروبلما اینترفری دیشه لی پرگونتا یو دیسید سو رسپوندو نو Na realidade, a gente sabe que todo jogo é importante para uma nova extensão de contrato. Essa decisão ela não passa por mim, ela passa pelo clube. دیگه سوال تکراری میپرسن که پاسخ میده که همین سوال تکراریه و من قبلا جوابش دادم. به نظرم فوق‌العاده حرفه‌ای جواب داد آقای عثمان و بهتر از این نمیشد مدیریت کرد، با اینکه حالا چهرهش هم مشخص بود که خیلی جدیه و شاید ناراحت از این باخت، اما خیلی خیلی خوب شمرده به تک تک سوالا جواب داد و میدونو خالی نکرد، کسی دیگه رو هم نفرستاد جای خودش، وایساد تونه دونه سوالا رو با ادب و احترام جواب داد، حتی سوالایی که خیلی حاشیه‌ای بود و قرار بود که ایشونو بکشونه به حاشیه، اما کاملا موفق بود تو اینکه بتونه مدیریت بکنه. و مطمئنم برای نیمکت پرسپولیس حضور همچین مربی که آرامش داشته باشه از هر چیزی مهمتره. یعنی این رمز موفقیت چند سال گذشته است که مربی هایی رو نیمکت بودن که آرامش داشتن و این آرامش رو تزریق میکردن، چون پرسپولیس همینجوری، پرسپولیس استقلال همینجوریش پر از حاشیه است و مربی هایی که تو این تیم ها دوچار حاشیه بشن نمیتونن، یعنی اون هیجاناتشون رو نتونن کنترل بکنن، اصولا نمیتونن خیلی موفق باشن. بگذریم از این فصل تیم استقلال که کاملا مدیریت شده است این قضیه و یه سبک جدیدی از مربیگری رو دارن ارائه میدن دوستان، اما به طور کلی رمز موفقیت سالهای گذشته این بوده و آقای عثمان مطمئنا میتونه موفق بشه. بعد ببینیم در ادامه چه اتفاق میفته.
ممنون که با این ویدیو همراه بودید. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. ما سعی می‌کنیم از این بعد تک تک بازی‌های پرسپولیس رو قبل از بازی، عین بازی یا بعد از بازی رو پوشش بدیم. امیدوارم مورد رضایتتون واقع شده باشه. اگه دوست داشتید این زنگوله رو بزنید، اون در واقع سابسکرایب با اون زنگوله رو بزنید، ما رو سابسکرایب کنید. بهتون قول میدم که تو ادامه سعی می‌کنیم بیشتر اخبار مربوط به باشگاه پرسپولیس و تیم فوتبال پرسپولیس ارتش سرخ آسیا رو پوشش بدیم. تا یه ویدئوی دیگه مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.